بسم الله الرحمن الرحیم سلام و صلوات خداوند بر پیامبر بزرگوار اسلام حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سلام بر شما بینندگان عزیز و ارجمند با ما همراه باشید با مشروع اخبار نیمروزی سخنگوی دولت وعده داد سال آینده سال اشتغال جوانان خواهد بود آقای نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت دولت مصمم است برای سال آینده تسهیلات به واحدهای تولیدی را از 17900 میلیارد تومان به 75000 میلیارد تومان یعنی حدود چهار برابر افزایش دهد وی ای این تصمیم دولت را ایجاد اشتغال بزرگ دانست و افسود 17000 میلیارد تومان از این مبلغ از مسیر اصلاح قیمت حامل های انرژی به دست می آید. سخنگوی دولت درباره گرانی هم گفت دولت تحت هیچ شرایطی آماده نیست که کالایی را گران کند و یا اجازه گران فروشی به کسی بدهد. بحث آلودگی هوا هم جزء گفتگوهای حاشیه جلسه امروز برخی دولتی ها با خبرنگاران بود. اما هیئت دولت در جلسه امروز خود تصویب کرد سهام باقیمانده متعلق به دولت در شرکت های بیمه آسیا، البرز و دانا واگذار شوند. همچنین مهلت ثبت سفارش برای واردات تخم مرغ خوراکی با تعرفه 5 درصد تمدید شد. چند حذف یاران بگیران در سال آینده و گمان زنی ها در این باره باعث شد تا امروز سخنگوی دولت پشت تریبون قرار گیرد. سال آینده هم ما همه یارانهایی رو که دریافت میکنیم باز به جامعه برمیگردونیم. میگردونیم. منتها شکلش عوض خواهد شد. میخواییم به نیازمندان بدیم و حتی در رابطه با کاهش فقر مطلق عمل بکنیم نه سال آینده ما به همه کسانی که نیازمندن یارانه خواهیم داد به همه کسانی که یارانه هم میگیرند ولی دریافت یارانشون کمتر از خط مستمری که الان داره پرداخت میشه هست ما باز یک یارانه مجدد هم خواهیم داد و سوالی درباره قیمت بنزین و گازوئیل از وزیر نفت ظاهرا گفته شده که باید مجموعش به دو هزار تومان برسه بله همینطوری که آقای رئیس جمهور دیروز فرمودن گفتن مجموع اینها کمتر از نصف قیمت جهانی قیمت مجموع این دوتا با هم دیگه کمتر از قیمت مجموع این دوتا در بازار جهانی است <تصف> چقدر مثلا بنزین شد چقدر شد. تصمیم نهاییش گرفته نشده دولت هر وقت تصمیم گرفت ما ابلاغ میکنه و ما اجرا هم مشخص نیست ازه 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 ازه. وزیر کشور هم از ساماندهی بران خبر داد مقرر شد در غرب کشور از مرز تا محدوده سی کیلومتری و در شرق کشور تا محدوده 50 کیلومتری کسانی که در جوار مرز زندگی میکنن حداقل سه سال اینها را ما براشون کارت های صادر میکنیم و بهشون با تخفیف های ویژه‌ای که در سود بازرگانی و گمرکی برایشون قائل خواهیم شد میتوانن یک درآمد حداقلی برای خانواده خودشون داشته باشه البته نوع کالاها را هم وزارت اقتصاد دارایی مشخص خواهد کرد که چه نوع رو میتونن وارد کنن معاون اقتصادی رئیس جمهور با یک تکذیبی به جمع خبرنگاران آمد. او گفت خبری از تغییر ریاست بانک مرکزی نیست. الان همه میباید از تصمیماتی که گرفته شده و بانک مرکزی مسئول اجرای اون شده حمایت کنه خب، مکانیسم خب، دولت خب برای ایشون. شیف دارن کارشون رو هم ادامه میدن تمام بحثایی که در مورد تغییر و اینها هست بیپایه آلودگی هوا و مسبب آن داغترین بحث خبرنگاران با هیئت وزیران بود سوالی که پای وزیر نفت را هم به این مسئله باز کرد امروز هم که در دولت بحث شد عمده اصلا آلودگی ها بیشتر به ذرات معلق در هوا برمیگرده نه به ترکیبات گازهای خروجی از خودروها متولی اصلی این معضل یعنی رئیس سازمان محیط زیست گویا نظر دیگری دارد ما هیچ جای کشور الان ریزگردم نداریم اونم ناشی از سوخت ناقص خ... مواد سوختای فسیلی توسط خودروها و موتورهاست. یعنی فناوری خودروها رو شما مقصر فناوری خودروها مقصر هستن و هم نوع سوخت. اگر تا دیروز کیفیت پایین بنزین عامل آلودگی هوا بود، حالا خودروهای با فناوری قدیمی مقصر اعلام می شود. گویا قرار نیست هوای ناسالم کلان شهرها به این زودی ها بهبود یابد. علیرضا بای خبرگزاری صدا و سیما